time to... Right. Sorry to be late and all. We survived a horrific condor crash. جویستیک تیوی شو با افتخار تقدیم میکنند. کلی از بازی ها حتی بازی های مورد علاقه هم تو نسل قدیم طولانی تر از اونی هستن که باید باشن. بیشتر وقتا ترجیح میدم محتوای خفن بازی رو داشته باشم و بیخیال پدینگ باشم. Gears 5 Hive Busters DLC دقیقا اینطوریه، بدون اضافات و با لیزر فوکس رو اکشن خطی. شخصیت ها تو روابطشون یه جورایی نامتعادل هم، ولی محیط های جدید عالی و یه موجود تازه باحال حس و حال خفنی به جهان گیرز میده. نقد و بررسی Gears 5 Hive Busters DLC، ارائه از گروه ترجمه و دوبلاژ گلوری انترتینمنت. درسته که ساختارش تو بازی اصلی گیرز قرار داره، ولی بازی با تیم ضربت هایف شروع میشه که دوره هم جمع شدن. سه تا شخصیتی که شما و حداکثر دو نفر هم تیمی کوآپ میتونید کنترل کنید، کیگن، لانی و مک هستن. درست همین تیم اولین بار تو مالتی پلیئر گیرز 5 فرار بزرگ معرفی شدن. بازیگراش دیو فنویس و ویلی مونتانا و تریور دیوالی بودن و عوامل تولید خوب دوبله محشری رو انجام دادن. با این وجود یه جوری هماهنگی بینشون وجود نداره. بعضی وقتا اسکواد اسکورپیو به نظر یه اکیپ یک پارچه میاد که تو ماموریت‌های دیگه با هم بودن و حرف همو میفهمن، و بعضی وقتا به نظر انگار همون روز همدیگه رو دیدن و مشخصا از همدیگه خوششون نمیاد. در نتیجه تبدیل این تیم از یه تیم بی‌اعصاب به خانواده خیلی سریع اتفاق میفته، چون این تیم تو 3 ساعتی که بازی جلو میره به صورت ارگانیک و طبیعی به همدیگه نزدیک نمیشن و رشد نمی‌کنن. با این وجود کیگل، مک و لانی ترتمیز به دنیای گیرز وارد شدن. همشون حال و هوای شخصیتایی رو دارن که مال این بازی یعنی بیشتر مسخره بازیاشون جوابه. Hive Busters پر از اکشن و هیجان تو طول کمپین فصل 6 باقی مونده و داستان یه تیم از اراذل که دور هم جمع میشن تا اوضاع رو عوض کنن خیلی درگیرتون میکنه. درگیری ها سخت و ریسپانسیوه، با همون تیراندازی کابلگیری استاندارد طلایی که انتظارش از هر بازی گیرز داشتم، و درگیری ها از تیراندازی های شلوغ پلوغ تو مکانای حسابی باز هستن تا جون کندنای وحشتناک برای نجات از دالونای تنگ و نفسگیر. همه این سناریوها خیلی طبیعی با هم یه جور باحالی پیش میرن. کمپین گیرز 5 ترکیبی از بخشای اوپن ورلد و خطیه، ولی هایف باسترز با شیوهی متمرکزتر به اصل خودش برمیگرده. حتی با وجود کشفیات خطی هر فصل تقریبا 30 دقیقه‌ای همینقدر باز طول بکشه و کلی درگیری‌های متفاوت تو خودش داره. چیزی که خیلی فیوزتون رو میپرونه اینه که بیشتر از هر بازی گیرز دیگه که من یادم میاد حس میکردم این مبارزه نبوده که من باز برنده باشم. یک پارچگی خیلی خفنش باعث میشد احساس کنم مرتب باید دفاع کنم و نزدیکی که به فنا برم و واسه پیروزی مشتی فقط باز شانس بیارم. این حس تکاپوی وحشتناک تو جنگل، ساحل، آتشفشان، خرابه، دالون، اینجور جاها یکی از المانای مورد علاقه من تو هایف باسترز. وقتی تو ایکس باکس سری ایکس بازیش میکنی هر کدوم این ستینگای محشر جزئیاتی دارن که حرف ندارن. جدا از ظاهر خفن خیلی خوشگل تو 60 فریم بر ثانیه و بدون گیر جلوه. بزرگترین تغییر تو مکانیک بازی اینه که رفیق رباتیت جک تو هایف باسترز خبری ازش نیست. به جاش هر کدوم از اعضای اسکورپیو اسکواد یه توانایی خفن ساده‌تر و موثرتر دارن. کیگل میتونه واسه خودش هر کی نزدیکشه فشنگ چارج کنه. مک میتونه یه سپر بیاره که وقتی این برون بر میره جلوش معلق میشه، و لانی میتونه از یه چاقو استفاده کنه که با الکتریسیته شارژ میشه و میتونه دشمنو جر و واجر کنه. به خصوص وقتی آپگرید خفن زنجیر رعدی رو بگیرید. هر کدوم از اینا تو زمان تقریبا کمی شارژ میشن و خیلی قوی و وحشتناک به درد بخورن، جوری که خودم هم هر وقت تو دسترس باشن ازشون استفاده میکنم. یه جوری پرام میریخت وقتی نور کوچیک طلایی یه آپگرید رو میدیدم، چون اونا اغلب بازی رو تغییر میدن. مثلا مهارت شارژ فشنگ کیگن خیلی به درد بخوره، ولی یه آپگرید باعث میشه آسیب کمتری ببینی وقتی تو منطقه شارژ فشنگ وایسادی. تو درگیری سخت جونتو نجات میده. رأی نهایی Gears 5 Hive Busters ماموریت‌های کوتاه ولی فوق‌العاده سینگل پلیئر یا کوآپ داره که یه معرفی محشر از اعضای اسکورپیو اسکواد بهتون میده. حتی اگه این تیم اونقدری که باید مثل مارکوس، کیت، دل و جی دی به هم نمیخورن، درگیری‌های متنوع بامزه تو محیط‌های جدید و خفن ادامه‌ای پر از اکشن شدید و براتون داره که هیچ وقت آروم نمیگیره. این دلیل خیلی خوبیه واسه آتیش کردن دوباره Gears 5 تو سری ایکس باکس جدید و دیدن اینکه چقدر ظاهر و روند خفنی داره. اگه از نقدای ما خوشتون اومده پیشنهاد میکنم سایبرپانک 2077 هم که تو کانال یوتیوبمون موجوده رو یه نگاهی بندازید.
پیشنهاد میکنم کانال یوتیوب جویستیک تیوی شو رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن ها رو آن کنید و زیرش کامنت بذارید، چون خبرهای خیلی خوبی داریم هر ماه گیو اوی. خب تا بعد.